خب گوشی دومی که دیشب LG معرفی کرد اسمش هست LG G8 ThinQ. این مدل هم خیلی با مدل قبلی از نظر طراحی شبیه و تفاوت خیلی عجیب غریبی نداره، اما چند تا چیز باحال رو LG توش گذاشته که الان بهش میرسم. اول از مشخصات فنی گوشی شروع بکنم. یه صفحه نمایش 6.1 اینچی داره از نوع پیولت و اسنپ دراگون 855 توی این گوشی قرار گرفته و LG یه بازی 3500 میلی آمپر ساعتی رو توش گذاشته که بازی نسبتا خوبیه برای همچین رزولوشنی، عالی نیست ولی بازی نسبتا خوبیه. دو تا قابلیت خیلی جالب داره این گوشی که میخوام بهتون بگم. اولیش اینه که LG اومده و کاملا توی صفحه نمایش شیار اسپیکر رو از یعنی حذف کرده و صدای این گوشی از داخل پنل صفحه نمایش و از زیر صفحه تولید میشه. یعنی شما وقتی که میخواین با گوشی حرف بزنین، حتی اگه بارون بیاد یا اگر عرق کرده باشین، هیچ نگرانی بابت کثیف شدن یا خراب شدن اسپیکرهاتون ندارین. همونطور که میبینید صفحه کاملا اینجا صافه و هیچ شیاری توش وجود نداره. نکته دوم هم اینه که با این حسگرایی که اینجا هست، که خب یکیش هم سنسور تشخیص چهره است و اینجوری صورت رو باز میکنه، علاوه بر اونها خب سنسور اثر انگشت هم پشت گوشی هست. اما LG اومده و یه دونه سنسور دیگه هم اینجا قرار داده که گوشی وقتی رو میزه با اسکن کردن رگای کف دست میتونه شما رو شناسایی کنه. یعنی اینجوری نمیدونم LG لحظه احساس کرد که الان مردم احتیاج به جادو جنبل و هری پاتر بازی دارن، اینجوری میکنه این گوشی باز میشه. اینم قابلیت و نوآوری جدید LG که باید ببینیم چقدر درست کار میکنه اینجوری. و جک 3.5 میلیمتری هدفون هم خوشبختانه وجود داره، به هر حال چیز خوبیه، بودنش خیلی بهتر از نبودنشه. طراحی گوشی رو هم میبینیم کاملا پشت شیشه ایه، اینم رنگ زرشکی گوشیه، طراحی خوشگلی داره. البته یه تفاوتی این دوتا با هم دارن، این یکی 3 تا دوربین داره، این 2 تا دوربین نمیدونم چرا. این پشتش واقعا 3 تا دوربین من دارم میبینم، این 2 دوربین الان میپرسم بهتون میگم. خب من اینو سوال کردم که چرا یکی از مدل ها 3 دوربین داره، یکیشون 2 تا، در 2 نسخه در واقع اینا تولید شده. این نسخه که 2 دوربین است جفت دو تا دوربین 16 مگاپیکسلیه، ولی این نسخه 3 دوربینه 2 تا 16 و 1 12 مگاپیکسلی داره. یکی از این نسخه ها مختص کره است و یکی دیگه توی کشورهای دیگه هم تولید میشه. به هر حال همه چیشون با هم یکیه، تنها تفاوتشون توی 3 دوربین و 2 دوربینه بودنشونه. خب در مورد جادوه بهتون گفتم، ببینین جادوه چه باحاله. اینجوری میکنی، این منوه میاد، بعد دست رو میبری راست یا چپ، ببینید دست رو داره میشنسه، اینجوری اینجوری، از اینا از اینا. خب این وری که بدین موزیک باز میشه، دوباره اینطوری میکنی، میتونی با موزیک رو پلی کنی یا صدا رو کم و زیاد کنی. خیلی بانمکه. البته دست رو درد گرفته واقعیتشو بخواییم، ولی چیز بانمکیه صرفا، نمیدونم چقدر کاربردی باشه ولی صرفا بانمکه. حالا دیگه اسکرین شات هم میگرفت. آها اینم اسکرین شاتش بود، خیلی بانمکه. البته میگم نمیدونم چقدر کاربرد داره، حالا باحال که هست حداقل. هری پاتر آف د گلاورا اسکرین شات، خیلی باحال. دستمو ببینید، این دست منه با 5 تا انگشته کج و کله، اینجوری میکنه اینجوری، خدا خیلی باحال. با همین قابلیت هم گوشی آنلاک میشه که خب اینا چون نسخه های دموه تو نمایشگاه متاسفانه این قابلیتشون غیر فعاله و نمیشه اینجا تستش کرد.